صحبت‌های جالب امین حیایی در مورد بازیگر نبودن رضا گلزار و همینطور دوستی قدیمی که با اون داشته. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. خب رضا گلزار چند روز قبل ازدواج کرد و خبر و حاشیه‌های مربوط به ازدواجش حسابی توی این چند روز توی شبکه‌های اجتماعی ترند شد و جنجال به پا کرد. خیلی ها نظرات مثبت نسبت به گلزار داشتن و خیلی هم نظرات منفی نسبت به اون. خیلی از اظهار نظرهای قدیمی که در مورد گلزار توسط همکاراش، دوستاش و بازیگرها و سلبریتی‌های مختلف هم انجام شده و توی این تایم خیلی وایرال شد و توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. امین حیایی که بیشترین همکاری رو با محمد رضا گلزار داشته و هم توی سریال‌هایی مثل ساخت ایران و هم توی فیلم‌های سینمایی مثل کما و شیشوبش با گلزار همکاری‌های خوب و پرفروشی رو داشته، جدا از همه اینها جز دوستان نزدیک گلزار هم به حساب میاد، در مورد رضا گلزار توی یکی از مصاحبه‌هاش گفت رضای از دوستان از نزدیک من هستش و اولش واقعا بازیگر خوبی نبود و مانکن به حساب می اومد، ولی خب هرچی جلوتر رفت رفتارش حرفه‌ای تر شد و من کارهاش رو توی یه سری از فیلم ها مثل فیلم سینمای بوتیک خیلی دوست داشتم و با هم خیلی فیلم ها کار کردیم و همش هم خدا رو شکر موفق بوده و ازش مخاطب استقبال کرده. معمولا من همیشه از رضا گلزار و ارادش و خانواده دوستیش تقدیر میکنم و خیلی این اخلاقش رو دوست دارم، ولی هنوز معتقدم که گلزار واسه بازیگری ساخته نشده، ولی خب تلاشش ستودنیه. نظرش به گلزار چیه؟ گلزار رفیق خوبه من نکنم رفیقت انظر من بازیگری حسادت نکردی؟ آخه بازیگری واقعا واسه بازیگری که نیومده بودن اول، یعنی خب مانکن بود، تبلیغات کار میکرد، تیپش رو دیدن اونه و واقعا اومد تونست از پس این داستان تا حدی بر بیاد. دیدیم که تو فیلم بوتیک واقعا درخشش داشت، خیلی بازی خوبی داشت اونجا، من اونجا خیلی بازیش رو دوست داشتم. هرچی هم جلوتر رفت، خب به حال الان که باش کار بکنی متوجه میشین که خیلی آگاه‌تره نسبت به کار، نسبت به سینما. میگم از اول به خاطر بازی نیومده بود، اول که تو گروه موسیقی بود. موسیقی بود، بله، گیتار میزد، آره، گیتار میزد، قادری بودش در شمار دیده شده، بله. که خواستنش برای همون فیلم فیلم معروفی با هم واقعا اتفاقای خوبی میفته، خیلی کاری کردیم با هم، یعنی منم رضا هم رفیق بودیم هم بازی کردیم، بله، با هم که کار میکنیم اتفاق خوبی، خروجی خیلی خوبی. چه خاطری از کما داری؟ کما که واقعا همش خنده بود پشت صحنه، ما اینقدر چرا خنده بود، یعنی اینقدر رابطه، آره دیگه، اون قیافه منو میدیدن، هم خب منم قیافه اصلا کامل عوض شده بود، رضام شوخی میکرد با من دیگه، مثلا خیلی میخندیدیم. البته چند تا فیلم بازی کرده بود گلزار، اومده بود تو کما دیگه. بله تازگی گلزار دیدی؟ تازگی تلفنی باش صحبت کردم، نه دوبه بود. من عاشقانه دیدی؟ عاشقانه رو نه، ولی دلو دیدم. دل که نه، ببخشید دل نه، گیسو، گیسو موسیقی داره شروع میشه، الان شروع شده، تبلیغات اونو دیدم. الان رفیق ما هم دیگه، بله، اگه بخوای تحلیلش کنی چی نظرت چیه؟ جو گلزار، خب گلزار به نظر من پسر خیلی با اراده ای، مصمم تو کارش، پسر فوق العاده خوش قلبیه، نسبت به اطرافیانش، خانواده، خیلی مسئولیت پذیره و همش داره به سمت جلو میده و موفقیت آمیز هم بوده براش به نظر من. حالا شاید مثلا شما میگی تو بازیگری اونقدر نتونسته، خب میگم اصلا برای اون کار من مثلا نگفتم نتونسته، میخواستم نظرت رو من اتفاقا مطرح کنم که تو کنسرتاش خیلی موفقه، توی کار مثلا خب این بخشی که رفته رو مثلا همه دوستش دارن، خب با دیدن کنسرتاش نشون میدن که خیلی دوستش دارن و احساس میکنم کارشو داره درست پیش میبره. خب دوستان حتما نظراتتون رو راجع به این صحبت‌ها تو بخش کامنت‌ها برامون بنویسید. بهمون بگید نظر شما در مورد رضا گلزار چیه؟ از نظر بازیگری و چه از نظر شخصیتی، در برخوردش با مردم، با در مقایسه با سلبریتی‌های دیگه، آیا میتونیم گلزار رو سوپر استار سینمای ایران و هنر بدونیم؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو تماشا بکنید.